بسم الله الرحمن الرحیم. رب نیل ما انزلت علی من خیر فقیر. سلام، میدونی چیه؟ ما که نداریم نمیدونیم، ولی امشب اون شبیه که اونایی که دختر دارن میدونن چه خبره. امشب اون شبیه که یه دختری هزار سال قبل چنان باباشو صدا زده که هنوز صدای ابتاش به گوش ما میرسه. دلامونو ببریم کنج خرابه شام، به امید گوش نگاهی از دختر دردانه اربابمون حضرت رقیه سلام الله علیه یا علی. سلام مخلصیم. سلام. من خب زیاد گشتم بین مردم، بنده سن کمم، ولی اسم و رسم و مدعی و اینا همه کنار، آقای هلالی خیلی مرده. خب آقا رضا، میخوام امشب فکر کنیم این دوربینا نباشه، قرار بود ما با هم صحبت کنیم. نیست دیگه، مراحتی در مورد چی صحبت میکردیم؟ هرچی که دوست داری، هم اومدم بشنوم، هم اومدم نه ما که یاد میگیریم میشنم که واقعا بهره ببرم. حاضر آقا اجازه میدیم من از نگاه خودم که مثلا همیشه چند قدم عقبتر از شما بودم، چند قدم شاید به ذهن خودم 100 سال بشه، نه سخت بود، از اون نگاه بریم جلو. من بدی بچه تر از الانم بودم، اومدم یه هیئتی دیدم که مثلا هیئت رو اینجوری ندیده بودم،
یعنی من اولین باری که اومدم جلسه هیئت الرضا دقیقا همون فیلم معروفیه که شهید گمنام آورده بودن، حاج محسن عسکری که امشب یادش بکنه، خدا رحمتش بکنه، و همچنین حاج فیروز زیرکار، خدا رحمتش یادش بکنه. وارد یه جوی شدیم که ندیده بودیم، نبود دیگه. اون موقع شروعش بود فکر کنم اوایل دهه 80 بود. بله. چی بود اون موقع آقا رضا؟ چی بود؟ کی بود؟ خیلی الان اون موقع شما نه، یعنی ورود کردن به روزا. خب ما هم خیلی مثل همه اونایی که تو دم و دستگاه ماموسیم وارد شدن، ما هم یک به قول معروف از یک منبعی، از یک شخصی انرژی گرفتیم به غیر از سید شهدای ماموسیم. یعنی افرادی تو زندگی های ما بودن که مشوق این راه بودن. یعنی گاهن بعضی وقتا افرادی مثلا منو میبینن میگن آقای لالی مثلا من با فلان نوحه تو عاشق امام حسین شدم، یا مثلا با خوندن تو توی مسیر قرار گرفتم. خب ما هم همینطور طبعا افرادی بودن توی این بساط هیئت و روز و اینا، اونا مشوق ما بودن. یعنی با دیدن اونها ما خوشمون اومد از این دم و دستگاه و وارد این عرصه شدیم. مثل شهید صابری، مثل شهید صابری، مثل عرضم به حضور شما که خدا رحمتش کنه شهید صابری، مثل مثلا حاج منصور عرضی که خدا حفظش کنه، خدا حفظش کنه، و من بهره بودم از ایشون. و با دیدن ایشون، با رفتارهایی که مثلا از شهید عباس صابری دیدیم، مثلا دنیامون عوض شد. وارد این عرصه شدیم. اون دنیای 20 سالگی چجوری بوده؟ فوتبال. دنیای بچگی من خلاصه میشه تو فوتبال. یعنی من میدونی جزو بازیکنهای نوجوانان کشاورز بودم، رضا پله. خیلی فوتبال دوست داشتم، خیلی. یعنی به حدی که من مادرم نذاشت من برم ورزش فوتبال، چون درس مقدار ضعیف شده بودم. بعد موقعی که نذاشت ما بریم، مربیمون اومد در خونه، مادرم گفتش که این اگر اجازه بدین مسیر رو بیاد موفق میشه، که مادرم مخالفت میکرد، میگفت درسش رو نمیخونه اصلا. تو این دنیای کودکانه و تو این دنیایی که اصلا متعلق به این جنس و متعلق به این فضا نبودم، یهو مثلا یک شخصی مثل عباس صابری میاد جلوی ما قرار میگیره و مثلا دنیای ما رو از یه سمتی میبره به یه جا. 100% هم الان شما برای خیلی اون عباس صابری هستی دیگه، تعارف ندونی که شاید میتونه باشه. البته قطعا از آقای سال خلوص اون نیست، بزرگواری. اولین قاب امام حسین تو ذهنشون، آخرین چیزی که یادمه این که شعرش هم گاهن خوندم تو هیئت و عیاد باشه، میگه با چادر نماز مادرم. این واقعیت بود برای من، برای خود من. من یادم میرفتم چادر نماز مادرم رو بر میداشتم میبردم گوشه توی خیابون مجیدیه کوچه امامیان، هنوزم جاش هست. چند وقت پیش رفته بودم یه خاطراتی برای خودم باز زنده بشه، رفتم تو همون کوچه، یک گوشه خیابون همون کوچه یه زیر ساختمون یه صلواتی نوشته مال حاج خانم بود، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اونجا زده بودن. ما دقیقا زیر همون تابلو نهون، زیر اون تابلو یه خیمه میزدیم با چادر مادرم، و هم تو دنیای کودکان خودمون تبل میزدن و مثلا پول جمع میکردیم و گدایی میکردیم. آره، من مثلا مادرم میگفت ما تو چرا میری در خونه مردم، بچی در خونه مردم میزنی؟ تا مباره امام حسین مثلا میرم در خونه تک تک محل در میزدم، چای میگرفتم، قند میگرفتم. حاج آقا به هم میرسن بعضی ها مالا تو سنوف دیگه از هم سوال میکنن تا حالا عاشق شدی؟ ولی ما به هم دیگه میرسیم سوالمونه که کی عاشق شدی؟ من یادمه، خدا سر شده، بچه بودم. الان که فکر میکنم میگم من چرا اینطوری بودم، خودم تو خلوت خودم میگم چرا این کارو میکنم. یادم عکس حرم امام حسین، گنبد امام حسین، خجالت میکشتم جلوی خانواده‌ام از بچگی.
برمیداشتم مثلا میرفتم یه گوشه خونمون یا زیر پتو مثلا ما رو میگرفتم نگاه میکردم، عکس حرم امام حسین میبوسیدم. این تو فطرتم، توی عمق وجودم، نمیدونم این چه حسی بود نسبت به امام حسین. چرا؟ از کجا؟ کسی به من یاد نداده بود. کسی به من امام حسین رو معرفی نکرده بود که بیاد بگه. این فطرت در وجودم از بچگی، عدال خودم از بچگی بود. الان امروز که 40 سالم شده، بعد از این همه اتفاقا و گذرهایی که در زندگیم رقم خورده، رسیدم به این سن، گاهن میشینم فکر میکنم، میگم چطور میشه یه بچه مثلا 6-7 ساله مثلا بشینه عکس گنبد امام حسین رو ببینه و گریه کنه. من که ندیدم، من که کربلا نرفتم، کسی از امام حسین برای من تعریف نکرده که بگه چه اتفاقه. شاید مثلا از مادرم یا مثلا از پدرم سوال کردم، گفتم بابا امام حسین کیه، مثلا گفته یک امام ماه مثلا و هموز مثلا شهید شده. آجا شما وارد جهان جدیدی شدی به نام هرندی، که هرندی نمادیه، گوشه و کنار این کشور هزاران هرندی وجود داره. درست. به هر حال موقعیتی که از لحاظ مالی خانواده بسیار پایین، معضلات اجتماعی بزرگ، اما خب هرندی به خاطر این بولد شده که هرندی تا نهاد ریاست جمهوری یه ربع راهه و آدم دردش میگیره در پایتخت همچین موقعیت. شما رفتی اونجا، جهان بینی قبل و بعدش چجوری شد؟ خیلی تغییر کرد. به منظر شما هر صحبت که میگم، من حس میکنم که امام حسین همون که یک توفیقه، میگه شما زاکه، یک فرصت هم هست. از این فرصت ما میتونیم به نحو احسن استفاده کنیم. این که ما الان سمت خیابون هرندی هستیم، به نظر من یک فرصته برای ما که بتونیم در زیر لوای امام حسین، زیر پرچم امام حسین، اتفاقی رو رقم بزنیم که هم حال مردم رو خوب بکنه، هم حال خود ما رو. تو یه موقعیتی هم ورود پیدا کردی که دل شکسته بودی دیگه. بله. به محضر شما عرض شود که منطقه هرندی، حالا خیلی هم گاهن صحبت شده، اما منطقه هرندی یک جایی در سمت شوش، سمت دروازه غار، یه منطقه ضعیفی، حالا کم برخوردار، سابقا یک منطقه خیلی اصالتدار و خوبی بود، اما خب این سالا دستخوش اتفاقهایی شد که متاسفانه منطقه آسیب پذیری شد، من جمله اینکه افرادی که در دام اعتیاد افتادن حالا تو منطقه زیادن، و هرچند که حالا اعتیاد شاید سابقا مثلا من یه دید دیگه داشتم، حالا امروز که چیز جدیدی اونجا هستم یه چیز دیگه میبینم و یک نگاه هم یک نگاه دیگه تو منطقه هرندی. من 2 سال اونجا هم، 3 سال اونجا کامل بلدم الان، حتی میدونم قصه اینا چجوریه. ما اون سری که اونجا که بودیم موقع ساخت تکیهگاه نوشمک میخریدم برای اینکه بخوام با اینا ارتباط بگیرم. مثلا یارو منو میدید میگم این هلالی، مثلا میگم یه جوری نگاه میکرد ما رو، ولی الان فرق میکنه. الان با زغال رو دیوار مثلا گوهن عکس منو میکشن. چرا؟ میگه من محبت دیدم از رضای هلالی. آدم امام حسینی میتونه بی محبت باشه؟ نه نمیشه. حالا اینا بگم میرسیم به اونجا. برمی‌داشتم می‌ریدم به اینها، کنار اینکه مواد مصرف می‌کردن از اونم استفاده می‌کردم برای همون، همین باعث اون ایجاد اون رفاقت بین ما کمک می‌کردی که حالشون جا بیاد. آره اصلا من می‌رفتم تو بازی اونا همراهشون می‌کردم. آره می‌گم صفا می‌کردم. دای چی می‌کشی؟ مثلا میگم من شیشه می‌کشم، هروئین می‌کشم. مثلا باهاشون می‌شستم کنارشون. میشستم بعد حرف میزدیم، گاهن صحبت میکنم، آروم آروم حرف که میزنی در دل باز میشون. نمیترسیدی یه فیلمی عکسی؟ چرا؟ ما موقع که کار میکنیم لباس کار تنم بود، مثلا گاهن مردم رد میشدن بعضی وقتا منو میدیدن اونجا، میگفتن آقا الهی از دوره شما باید بعیده، ما نشستیم با اینه گپ میزنیم. آره نمیگم از شما بعید آقا الهی، شما جمعه کار داریم میکنیم. حالا مهم نیست اینهاش.
منظورم اینه که اون رفاقته بین ما و اینها میتونه خیلی، ما الان هم تو آموزش خیلی آدم رفتن ترک کردن. ما یه چیزی تو موبایل و اینا میبینیم وقتی با آدما زندگی میکنیم، کاش همه قضاوتامون یه رنگ و بویی از اون زندگی داشته باشه. مثلا این یکی از درسای بزرگ منه، مثلا با آقا رضا بودیم، این معتادا یه دونه سگ همراهشون بود و مثلا سگه پاش شکسته بود و مریض پریز هم بود. حاج آقای پولی داد این سگ رو خرید و من شاهدم که حاج آقا چند روز پیگیر بود این سگه رو، شاید کشکی باورش نشه، همین آقا سگ رو میبرد دامپزشکی و شاید آدم هایی که تو دامپزشکی بودن و میدونین چی میگم. و این رفقا خیلی جا ما قضاوت همون فقط ظاهریه، آدم ها رو پستوشون رو نمیبینیم. بذار حال کنه چی کار مردم داری؟ ببین من اصلا دنبال این نیستم من کسی تایید بکنه، کسی ردم بکنه. تو میدونی من بچه آزادی هم. میدونم. یعنی این نبوده که فکر کنی الان من چون مثلا بخوام تو فلانجا شرکت بکنم، من خودم هم حاجی، تو میدونی اخلاق من، من خودم هم حاجی. من اگر یه چیزی تو ذهنم میاد، ببین الان مثلا من چند وقت دیگه دارم یک دهکده حیوانات میزنم، شاید تو جامعه ما میدونی منو غم میکنن، مدعای ما حسین با حیوان، با سگا، با گربا. من حس میکنم به عنوان یک ذاکره امام حسین حتی نسبت به اون سگی که الان توی خیابونه که ور میدارن اسید میریزن تو حلقش، نسبت به اونم مسئولم. من نسبت به اون سگی که پاشو میبندن فلان میکنه مسئولم. من دوست دارم، من خلق خدا رو دوست دارم، مخلوقات خدا رو دوست دارم، شعار نمیدم. کجا اینو یاد گرفتی از ها؟ کجا اینو یاد گرفتی؟ یاد گرفتنی نیست، تو فطرت منه، تو خاکمه، تو خونمه. میدونی من دوست دارم. ببین شاید در لحظه کسی ببینه میگه نگاه کنی با یه مندریشش داره سگ میگیره. مثلا من میرفتم چم کله پاچه فروشی محلمون، صبح به صبح آشغالای مثلا این کله پاچه ها رو میگرفتم و یارو مثلا میگه آقای لالی ببخشی من روم نمیشه، حیوان خونگی داری؟ گفتم نه. و بر چی میگیری؟ گفتم میگیرم برای حیوانای تو خیابون، گربا پچ و پاچه منو میگیرن. شاید در ظاهر کسی ببینه بیرون یه آدم مذهبی قشنگ نباشه، ولی من میدونم با این کار خدا راضی میشه. پس من رضایت خدا برام مهم. این حسین کی؟ حسرت بزرگ چی آواز؟ حسرت بزرگم اینه که کاش در سنی که دوران علی اکبر خونیم بود و اگر مریض نمی شدم و اتفاق برام نمی افتاد، حسرتم اونه که من چقدر کار میتونستم برای امام حسین انجام بدم و چقدر وقت تلف شد. الانم که الحمدلله بهتر. نه خدا رو شکر خوبم، الان بهترم و بالاخره کار خودم انجام میدیم. ولی اون پتانسیلی که من 22 ساله 21 ساله داشتم عجیب بود. حتی اون موقعش هم میگفتن اینا مواد چی میگن روانگردانه چی استفاده میکنن، اینقدر حسین پشت هم دیگه میگن مگه میشه 2 ساعت؟ ببین چه آتشی در دل ما بود از امام حسین. آرزا یه راننده تاکسی 20 سال توی خط کار کرد، مثلا تجریش شوش، دیگه میدونه چه ساعتی ترافیک کجا، کدوم ساعت از کدوم کوچه باید بره، چش بسته این مسیر رو بعد 20 سال میره. 20 سال شما تو این مسیری، خیلی ها مثل من هنوز اول راه.
الان بخوای آدرس خونه امام حسین رو بدی به اونی که سر خطه، چیه؟ آدرس خونه امام حسین، آدرس خونه امام حسین در خود ماست، در خودمون، ما خودمون میتونیم این آدرس رو به خودمون بدیم با خلوتمون، با عشقمون. اون چیزها ما رو کمک میکنه که راه درست رو بریم واقعا به در خانه امام حسین. خیلی چیزها هر کس در درون خودش میتونه متوجه بشه که درون خودش چی هست. الان کسی باید زندگی کنه امام حسینی میشه؟ با من؟ آره. گیرو درواسی و تابعی. خیلی سخته پاسخ دادن بشه، خیلی سخته این که کسی با من زندگی بکنه امام حسینی بشه، خیلی سخته، چون واقعا نه. این روزی که خدا به ما داده و اون غلامی امام حسینه، شاید خیلی وقتا خود ما عوضش میکنی؟ متوجهش نمیشه. من اون عشق به امام حسین رو سمیتون قیمت برش بذاریم؟ من اصلا با هیچ در این دنیا با هیچ عوضش نمیکنم. یعنی یکی 25 سال میره درس میخونه دیگه، مثلا میشه پروفسور دیگه، میره تلاسازی 25 سال دیگه، بعد 25 سال میشه استاد تلاساز، یه چیزی گیرش میده، نقاشی میشه نقاش بزرگ، میشه خطاط. 25 سال چی گیرت اومده آقا؟ والا نیومدم چیزی گیرم بیاد، من نیومدم چیزی گیرم. من امام حسین رو دوستش دارم، هر چی قدم بهم میگن مثلا چی آیدت شده، مثلا چی جوریه، نمیتونم شرحش بدم. من این هر چی که هست، من این شخصیت رو دوست دارم با همه این مظلومیتش، با این شجاعتش، با این گذشتش، با هر چیزی که بگی. کسی که فکر میکنه البته همه چی هم گیر آدم میاده، همه چی، میخوام بگم امام حسین همه چی داشت، همه چی، هم دنیا رو به من دادن هم آخرت انشالله، همه چی در امام حسین هست. این که من چقدر بتونم از این کوه طلا استفاده و بهره ببرم، این بستگی به خود آدم. امام حسین همه چیه، همه چی. ببین شما تو واقعه کربلا، در واقعه امام حسین یه مطالعه کوتاه کوچیک بکنین، همه چی رو میبینین. امام حسین با محبت ترین بوده، امام حسین با گذشت ترین بوده. ببین نگاهش مثلا با جون، با غلامش، غلام سیاه، ببین نگاه کن، یعنی طرف کردم دقت میکردم دو سه جا بیشتر صورت نذاشته رو صورت، نه. یکیش که پسر بوده، یکیش غلام سیاه بوده، یکیش حور بوده. ببینین امام حسین میگم از محبت که می، کجای دنیا دیدین که یه اربابی اینطور مایه بذاره برای غلامش؟ کجای دنیا، طرف اربابه، اصلا تحویل نمیگیره کسی. بعد این چند جونو میادش صورت به صورت غلامش، و چقدر اون غلام باهوشه. اون جملاتی که باشون رد و بدل میشه بهش میگه تو آزادی، برو برو، کشته میشه. میگه من توی خوردن، توی نمیدونم آسایشت کنارت بودم سر سفرت، و حالا که تو گرفتار شدی من ولت کنم برم؟ کجا برم، من جایی ندارم. امام حسین بعد قبول نمیکنه، حضرت روایتشون قبول نمیکنه، آخر سر میگه نکنه چون من سیاهم، من افتخار اینو ندارم که پاره کابت بشم، نکنه من چون بو میدم، نکنه فلان، دیوونم کردی بهش میگه برو. همه زخم‌ها به
بچه‌ها و زن. میتونی تصور کنی کسی به دختر تند شه؟ نه تند نشدم، ولی خب اسم دختر منم رقیه است. خدا حفظش. آره. میتونی تصور کنی کسی به دختر تند بشه؟ نه نه آره، مخصوصا که دختر بچه‌ها همه پشتوانه‌شون به باباشون، یعنی سخته درباره دختر صحبت کردن. خیلی خیلی آدم باید اولاد دار بشه. دم دو اولاد اصلا، حالا دختر که بیشتر، دخترها خیلی بابایی هست، خیلی هر آنچه که میگذره و دختر چرخش میزنه، ته تهش یک کوهی داره، یک پشوانهی داره، تکیه گاهی داره به نام پدر. این آخر سر میرسه به اونجا میگه من بابا دارم، من بابا دارم. همون از اون روزی که دختری بدون بابا باشه. یا عالم گریه به روزه بده کارم، یا عالم گریه به روزه بده کارم، تا خوب نشه زخما دست بر نمیدارم. بزار حالا نوکر شما باشم، تو لحظه مرگم خاک کربلا باشم، تو لحظه مرگم خاک کربلا باشم. بده که پیش تو موی سرم سفید نشه، بده که نوکره بمیره و شهید نشه. من حسن اومدم برا شهید بشم، تا تو قلب مادنت عزیز بشم. سردم نکنی، تردم نکنی، عزیزم حسین، عزیزم، عزیزم، عزیزم. نفستون گم و انشالله که اینطور باشه. مهمون داریم اگه اجازه بدید. الهی که بقا از رقیه بلا از همه دور باشه. این شبا خیلی ها مریضن، گرفتار تخت بیماری هم. انشالله به این نفس های پاک، به این سوز صدا بلا از همه دور باشه انشالله. عزیزم حسین، عزیزم، عزیزم، عزیزم حسین.
یه جای دیگه ایستاده به برکت حضرت سید الشهدا و دوست داریم امشب بشنویم از خودشون. آقا پیمو ما در خدمتیم. خیلی تلخ بوده گذشته، خیلی تلخ بوده. من توی سن خیلی پایینم شروع کردم به جاده خاکی رفتن و مصرف مواد و مخدر و متاسفانه به خاطر تهیه و مصرف مواد و مخدرم چون حمایتی هم از جایی نداشتم مجبور میشدم گاهن یه خرید و فروش بکنم. بچه کجا بودید؟ من توی منطقه شماره دو خلیج میشستم. توی منطقه بزرگ شدم ولی توی منطقه نواب بریانک دیگه پا گرفتم دیگه، جوونی و اونجا گذروندم. اوج تحولم هم تو اون منطقه دیگه، تو اون منطقه اتفاق. اولین باری که حاج خانم متوجه شد کی بود؟ فکر میکنم دیگه تو 18-19 سالگی بود. من اووردوز کرده بودم توی خونه، یه دفعه دیگه اومدن اورژانس اومد و اینا، دیگه حالم خیلی بد بود دیگه، اورژانس گفته بودن که دیگه. یعنی پیمان جان ببخشید سوال میکنم، یعنی کار به هروئین بود که اووردوز کردی؟ متاسف. مادر صحنه رو دید و شکسته شدن سر من، عذاب زیاد کشیدم. چرا به خودت نیومدی اون موقع؟ آسیبایی که توی بچگیم دیده بودم، یعنی به اون اجبارم که رسیده بودم، فقط میگفتم بزنم نباشم، توی دنیای دیگه باشم، یه جوری دیگه سر کنم. یعنی مادر، پدر، آبرو، رفیق، نه یکی همسایه. وقتی روزخواهی میکنم من چون یه مقدار توی برم به یک نقطه میرسن گاهن افرادی که درگیر این مشکلات این تیپی هستن، به یه نقطه میرسن که یعنی فقط طرف، اکثرشون هم همین جمله رو میگن، میگن فقط میخوام اون لحظه اون رو حس نکنم. یعنی فکر کردن به خیلی از مسائل و مشکلات هایی که باهاش درگیرن، میگه به اون لحظه من میخوام فکر به اون نکنم و این باعث شد. چی شد به ته خط رسیدی؟ خیلی تلاش کرده بودم که من یه روز بدون مواد مخدر زندگی کنم، یه روز. چهار روز هم شاید میرفتم دکتر این ور اون ور، یه حرکتی میکردم با قرصی داروی فلان نمیدخه، ولی حالا خوب نبود، دوباره میومدم نقطه سر خط. چند سال طول کشید به اینجا رسیدیم؟ 10-11 سال. 10-11 سال تو سیاهی مطلق. حالا شاید سالهای اولش نه، ولی دیگه 7-8 سال آخر آره، توی یه کابوس. اصلا الان که میشینم بهش فکر میکنم میبینم واقعا چه دورانی رو پشت سر گذاشت. اومدیم بیرون، من رفتم در خونم دیدم اصلا خونه وجود نداره، خونه نیست دیگه. مادری که میگم شیش زن، یه به یه جایی رسیده بودن گفتم خب دیگه بزن دیگه رهاش کنیم دیگه. یعنی رات ندادن؟ اصلا خونه ای نبود. رفته بودن؟ گفتم من یکی رو دارم، آبشیم خیلی من دوست داره. گفتم برم در خونه اونا، حتی زنگ خونه رو زدم، آیفون رو برداشت، گفت ایثار کن، فداکاری کن، گذشت کن، در این خونه نیا. خب خیلی آنم بد بود آرزو، خیلی اصلا مستحصل داغون از همه جا. دنیا رو سر آدم خراب میشه. اون خونه ای که جمع کرده بودن رفته بودن سرش خونه پیر غلامی بود، حاج آقا بازوبند، حاج اکبر بازوبند، خدا حفظشون کن. ما ته کوچه اونا میشستیم، اونا رو جمع کرده بودن، دونده بودن.
روزه بود. من که روم نمیشد برم با اون حالا هوا برم توی روزه بشینم و فلان اینا، جایی هم نبود که حالا این در خیابون جلوی کرکره مغازه نشستم و میخوندن، حالا نمیدونم کی میخوند و چی میخوندن، فقط من یه خواهرها رو میدیدم میرن تو، برادرها میرفتن تو، من همجوری نشسته بودم توی حال هوای خودم یه مراقبه ای میکردم یه جوری مثلا با خدای خودم. او بسی دیگه که بچی داریم بدبختی میکشیم همش چجوری، یکی بیاد یه فرصتی به من بده، یکی بیاد یه دست منو بگیره. صدا روزه هم میومد، صدا روزه میومد، آره روزه رو گوش میکردم. بعد یادت روزه چی بود؟ زمزمه های روزه، ولی یه چیزی آخر روزه توی دعایی که میخوندن من یادم نیست اون بنده خدا کی بود، خود حاجی های بازوبند بود یادم نیست، ولی اونجا مداح زیاد میومد. دعا که میکردن این دعا میکرد و یه جمله‌ای توی ذهن من مونده، توی تمام مشکلاتم همین میاد توی ذهنم: ارباب شدی که رو به هر کس نزن. اون که گفت، گفتم آقا تو ارباب هم هستی دیگه بالاخره. بابا یادم یه بیت میخوندی آقا رضا، من بیرمش این بیت میاد تو ذهنم، یادت طوفانی میخوندی: هر دری بسته شود جز در محفظی است، این در خانه عشق است که باز است، هر دری بسته شود جز در محفظی است، این در از اون ساعت به این ور هر جایی که به بنبست بخورم، هر جایی که مشکلی بزنم، میگم فقط ارباب شدی که رو بر. یه سوال، رود نمیشد بری تو روزه؟ حال وضعیتم جوری نبود که بخوام برم اونجا، میشستم این بعد روزم تموم شد و غذا پخش میکردم، من روم نمیشد دیگه برم اونجا غذا بگیرم و فلان، به خاطر اینکه بالاخره همسایه بودیم. بعد یه خانومی، من نمیدونم اون خانوم کی بود، اما یه غذایی به هم داد اونجا که پیدا نشستیدم، یه غذایی به هم داد، اون غذا هم گرفتم. اونجا پیش خودم گفتم من این غذا رو میخورم به نیت شفا. به 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 شب رفتم و شب رو من سپری کردم و خب رفته بودن دیگه، خونه رفته بودن. فرداش یه تلفنی به من خورد که آقا اگه کسایی که اصلا دیگه کنم بلاک کردم دیگه، اصلا دیگه سمت من نمیومدن. خب ببین، دیشب برادرت، من زندگی اومد این رو بردارم اصلا، یه ماه دیگه سالگردشه. روحشون شاد بشه. آره، گفت اون بنده خدایی که بهم زنگ زد، دیشب برادرت زنگ زد گفت به حرمت امام حسین یه بار دیگه میخواییم این پیمان رو یه حالی بهش بدیم، یه زنگ دست سر میشه. من نمیام، شما باید جلو. آره، که دیگه اون دوستایی که اومدن و دیگه اومدیم تو این چرخه قرار گرفتیم دیگه. بعد با اون تیمی که دیگه بودیم،
همون هفته های اول شروع شد، اونا نزد داشتن که مثلا هر هفته میرفتن جمکران و اینا، ما هم کنار اینا میرفتیم. این اولین بار بود اقدام کردی ترک؟ نه نه، من قبلش خیلی کرده بودم. ولی دیگه اینجوری به تاخیر آره نرسیده اینجوری بود. آره مستحصل نشده بودم اینجوری که دیگه بخوام مثلا راهی نباشه. اگه امام حسین نبود الان اینجا بودی؟ مثلا امام حسین نبود کدومون اینجا بودی؟ حسینم آم حسینایم ترانیم حسین جمیل 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 آقا رضا، من شما روزخونی درسته؟ به ما اصلا ربطی داره تو این مسائل اجتماعی ورود کنی اعتیاد خونه بسازی؟ چرا نباید بشه؟ عرض کردم من صوتمون باشیم تصویرمون باشیم. من اولش هم خدمت شما همین رو گفتم امام حسینی که این همه دارایی داره در کربلا، محبتش، شجاعتش، بخششش، نه به همه این چیزهایی که جمع شده، اینا همش متعلق به امام حسین و همه زیباییه. من چرا این زیبایی رو تصاحب نکنم؟ من چرا این مسیر و این راه رو نرم؟ چرا؟ وقتی که ما میفهمیم، ببین ما توی تکیهگاه که موقع ساختش بود یه وقتایی شیطونه میکردیم به بچه ها، بودم تو بلنگو نوحه بذارین پخشه، پخش میشد. فکر کن تو کنار پارک کناری تکیهگاه مثلا 300 نفر آدم همه زرورق گرفتن دارن هروئین میکشن مثلا چیز. بعد که پخش میکردم من میمدم راه میفتادم بین اینا، خواست بینم حالتاشون چه حاله، نگاه میکردم میدم مثلا داره گریه میکنه یکیشون، مثلا اینجوری داره میزنه تو سر خودش، همین با همین حالت ها که داشت میکشید گریه میکنه، یه وقتی یکیشون هم تو چورته سرش پایین، حالت ها رو یکیه که من نگاه میکردم، همینطور که داشت غذا رو میخورد گریه میکرد، بعد میگفت قربون مادر حسین برم، قربون مادر حسین. خب اینا چیزایی نیست که ما از کنارش راحت رد بشیم. حیف که وقت نداریم و یعنی چقدر حرفای خوب و آره. آبا ما از مهمونامون بپرسیم آرزوشون چیه؟ من آرزو واقعا میگم زودتر هم مادرم برم. خیلی، یعنی این که بدون مادرم رو نمیتونم تصور کنم، یعنی میخوام که آقا من تندیسا رو اگه اجازه بدید، یه هدیه ای که نمیشه گفت ناقابله چون ارزشمندترین کالای عالمه، تربت از سید و شهدا است خدمت شما بسنم بفهم یادگار محلاست. یا الله آجا آقا فداتون شم، خیلی ممنونم. نه باید بگم دست شما دست کنم. حاج آقا ما خدافزی نکنیم امشب، شما بخونید برم. آنو کردم خوندم دیگه، خوندم دوست دارم. اسم حضرت زهرا اومد دیگه، همون چیزی که دوست دارین و من میدونم و بخونیم. نحیف و دل شکسته میری، جوونی اما مادر پیری، بهونه ی سفر میگیری، با کیت الان یعنی بارون غصه ها میباره، چشای مادر ما تاره، دیگه علی شده بیچاره. خیر ببینیشم.
از شما دارم. انشالله به برکت این شب عزیز امسال هممون اربعین کربلا باشیم. انشالله هیچ جوونی تو کشورمون دختر و پسر گرفتار نباشه، گرفتار به هیچی. انشالله فقط هممون گرفتار آقامون سید الشهدا باشیم. مهلا برنامه نیست، مهلا یه گرده است که بشینیم گوشه چشممون تر بشه، یه یا حسین بگیم، زیر خیمه از تبا عبدالله نفس بکشیم به امید اون روزی که زیر خیمه آقامون امام زمان نفس بکشیم. فدای همه تون. یا علی. من ایرانم آز و عراقی، چه فراقی روزگارم، ببین به هم خورده. بگیرت فراقی.